یه هیولایی کثیف. تو نمیتونی من از بین ببری. این منم که تو رو میکشم. من از تو نمیترسم. تو باید بمیری. باید بمیری. آه! لعنتی، چقدر زود تموم شد. زمان پیوستن به مرگ است. خوف انگیز و شیرین. خدای من، بازم امیری، سه نسل خانواده افشار از سه نسل این آدم خبر بد شنیدم. بهتره سریعتر جوابشو بدم. سلام امیر جان، فقط بهم بگو اتفاقی نیفتاده. ممنون میشم. میخوای دعوتم کنی به شام؟ درسته؟ سلام جناب افشار. خب، آخه من الان چطور باید بگم که بازم یه قتل داریم؟ بازم توی منطقه پولدار و بازم بدون هیچ نشونه‌ای. وای امیر، بازم قتل؟ خیلی خوب، آدرس رو برام بفرست، خودم رو سریع میرسونم. اما انصافا تو از کجا میفهمی؟ من اضافه کاری تو اداره وایستادم. ممنونم فرامرز جان، آدرس رو برات رو نقشه PDA مشخص میکنم. من اینجا منتظرتم. در ضمن هیچ وقت امیری و اون PDA همراه تو دست کم نگیر. تا چشم به هم بزنی خودم رو میرسونم. هتاد خوش خبر سبا. امان از دست تو. باشه بیا اینجا شرلوک هولمز جوان. خدا نگهدار. هتاد خوش خبر سبا. خدافظ. لعنتی، بسر نگاهی به آدرس بندازم و خودم رو سریع برسونم. امیدوارم درگیری عجیب غریبی نباشه. بهتره قبل از اینکه به محل قتل برم کمی در مورد لباسان تحقیق کنم. به نظر من یه پلیس خوب بدون اطلاعات هیچ کاری رو نباید انجام بده. خوبه، کامپیوترهای نفتی اداره، اینترنت‌های زغالی، خدا رحمت کنه همه رفتگانتون. به قول دایی جون حسن، همه چیمون به همه چیمون میاد. او
بالاخره اومد. بهتر سریعتر اطلاعات تو پی دی ای خودم یادداشت کنم و راه بیفتم. اینطوری میتونم تو راه مطالعهش کنم. خیلی خوب شد. حالا اطلاعات دقیقی از لواسان دارم. بهتر هر چه سریعتر خودم رو به محل قتل برسونم. امیری خیلی وقت اونجا منتظر منه. سلام سرباز. قفوری ببینم سرگرد امیری کجاست؟ سلام جناب افشار. سرگرد امیری گفتن این سرگرد افشار هیچ موقع وقت‌شناس نبوده. من رفتم. هر وقت اومد و کاراش تموم شد بگین فردا تو اداره منتظرشم. واقعا ازت ممنونم قفوری که اینقدر دقیق همه چیزو به خاطر میسپاری. اما خواهشن بیشتر دقیق شو. چیزی رو از قلم ننداز. باشه؟ او بله سرگرد. ایشون در آخر پیغامشون یه آه طولانی هم اضافه کردن. عزیزم ایشون واقعا شوخ‌طبعن. خیلی خوب بگذاریم. شما چند وقته تو این محل مشغول خدمتین؟ من بعد از دوره آموزشی به کلانتری این محل منتقل شدم. دقیقا 1 سال و 3 ماه و 2 روزه. به محض تماس با فوریت‌های پلیس هم به اینجا اعزام شدیم. خیلی خوبه. پس با این منطقه آشنا هستیم. شاید یا مستمعی ما نداشتیم. و اینکه آیا مقتول به طور کامل شناسایی شده؟ فقط صدای رفت آمد چند ماشین شنیدن که به داخل ویلا رفت آمد دارن. طبق عرف کسی شک نکرده. متاسفانه شاهد خاصی هم نیست. البته همسر مقتول داخل ویلا منتظر شما هستن و فامیلی مقتولم رجب‌زاده از جناب افشار. ممنونم افوری. از دقتت به خصوص در انتقال صحبت‌های سرگرد امیری واقعا متشکرم. انجام وظیفه کردم جناب افشار. من به واسطه رسانه شکوه کویر با پدر بزرگتون آشنایی دارم. ایشون انسان بزرگ و کاراگاه برجسته‌ای بوده. ممنونم سرباز. من میرم داخل و شما با دقت حواستو جمع کن. حتما خیالتون راحت باشه. خب بذار ببینم در بازه قفله. خب متاسفانه قفله. بهتره زنگ در رو بزنم. اینجوری زودتر به نتیجه میرسم. بله بفرمایید. کیه؟ سلام عرض میکنم، سرگرد فرامرز افشار هستم از دایره جنایی. ببخشید که مزاحم میشم، امکانش هست در رو باز کنیم؟ بله خواهش میکنم، فقط تو حیاط بالای مواظب آدریان باشید. امشب یکم تردد زیاد بوده، عصبی شده. عذر میخوام، مراقب کی باشم؟ آدریان سگمونه، بفرمایید. بله بله، حتما مواظب خواهم بود. ظاهرن این سگ قصد چونه منو کرده، اما بذار ببینم، انگار میخواد من از اون سمت برم. شاید از چیزی مراقبتون کنه، ولی صبر کن. درست نور کمه، اما مطمئنن میتونم خون روی پوزه و دستش تشخیص بدم. باشه، بهتر بعدن بررسیش کنم. یه
یه حوض خیلی قشنگ با یه صندلی راحتی کنارش هست. به نظرم اصلا به صابخونه بد نمیگذشته. از لیوانای چایی که سرد شده روی این آلاچیق مونده مشخصه که تعداد زیادی مهمون اینجا بوده. البته با عجله اینجا رو ترک کردن و رفتن. بهتر قبل از اینکه وارد ساختمون بشم تکلیف اون ماده مشکوک زیر صندلی راحتی رو مشخص کنم. اگه اون شیشه باشه واقعا سرنخ مهمیه. اینجا زیر صندلی یه چیزی داره برق میزنه. بهتره یه خود دقیق تر بررسیش کنم. آه خدای من، این ماده خیلی شبیه ماده افیونی شیشه است. ولی باید از نزدیک ببینمش و برای برداشتنش هم نیاز به پاکت مخصوص دارم. ممکن است سر انگشت روش باشه، اما من پاکت همراهم نیست. باید یه سری به قفوری بزنم، شاید اون بتونه کمکم کنه.